دوستای خوب و نازنین گروه کودک و نوجوان پرشین اواردز جوایز پارسی، از امروز قرار من و همکارانم برای شما دوستای عزیز و خوب خودم براتون قصه بگیم، قصه های کودکانه، قصه هایی که پر از رویا و داستان و خیال بافیه، پر از چیزهایی که دوست داریم برای خودمون اونا رو تصور بکنیم، دنیایی که صاحبش فقط خود ما هستیم. دوست داریم که توی اون قصه ها هر چی که خودمون میخوایم توش باشه. دوست دارید قصه شما چه چیزایی باشه؟ دوست دارید کیا باشن؟ من و نخودی امروز میخواییم برای شما یه قصه بگیم. بچه ها میدونید نخودی عروسک دوران بچگی منه؟ داداشم با دوستاش رفته بود اردو، شهر اصفهان. شهر اصفهان رو میدونید که چقدر خوشگله، چقدر پر از آثار تاریخیه. رفتید دال اصفهان؟ خیلیاتون شاید نرفته باشید، اما خوبی که الان یه سرچ کنید، بزنید شهر اصفهان، عکساش میاد، جاهای تاریخیش میاد، خیلی لذت بخشه. میتونید الان برید نگاه کنید. داشتم میگفتم این عروسک و داداشم با دوستای مدرسه میرن اردو و اونجا اینو برای من میگیره. من وقتی که داداشم اینو بهم داد خیلی خوشحال شدم و از اون موقع نخودی همیشه با منه. نخودی همومشو رفته، دندوناشو مسواک زده و الان میخواد قصهشو بشنوه و بخوابه. آماده اید؟ بریم. نخودی همینجا منتظر میمونه تا ما قصه رو بگیم. امروز میخوام براتون قصه بازی پنگوئنا رو بگم. قصه بازی پنگوئنا که مال از سری بسته های مهارتی سواد خوندن برای کلاس اولی هاست. ما سعی میکنیم که برای همه قصه بگیم، از کوچیک تا بزرگ. اما یه چیزی بگم، قصه سن و سال نداره. نمیتونیم بگیم که این قصه مال بچه هاست، اون قصه مال بزرگ هاست. قصه مال همه هست. خب شروع میکنیم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، بچه پنگوئنا با شادی مشغول بازی بودند. آنها این بازی رو از همه بازی ها بیشتر دوست داشتند، تا اینکه نوبت چشسیا شد. او با شتاب توپ رو پرتاب کرد، توپ بالا رفت و چرخید و چرخید، درست توی خونه آقا پنجه افتاد. آقا پنجه اسم خرس داستان ما. بعد از چند دقیقه آقا پنجه در حالی که توپ تو دستش بود اومد بیرون و پرسید این توپ مال کیه؟ چشسیا و دوستانش به آقا پنجه همینجور نگاه کردن و هیچ جوابی ندادن. برای همین آقا پنجه توپ با خودش برد تو خونش. برای چندمین بار بود که این اتفاق می افتاد و بچه ها همیشه بدون توپ میموندن، توپ بازی میکردن، توپشون رو مینداختن خونه یا آقای پنجه و بچیکشون هم در نمیامد، نمیگفتن این توپ مال کیه. پینکی گفت اگه از قد بلند و پاهای بزرگ و دندونهای تیز
آقا پنجه نمی ترسیدم حتما می گفتم این توپ مال ماست. چسیا گفت چرا توپ ما رو پس نمیده؟ شاید دوست نداره ما کنار خونش بازی کنیم. پنگوئنا کنار دیوار روی شانه همدیگه وایسادن و تا توی خونه آقا پنجه رو ببینن. پینکی گفت بیا بالاتر بیا بالاتر، من نمیتونم ببینم. چسیا روی انگشتای پاش ایستاد، در حالی که به بچه ها میگفت بالاتر بالاتر، یهو ناگهان تلاپ، همه افتادن رو زمین و بدنشون درد گرفت. برفی گفت ولش کن بچه، بهتره بریم خونم. وقتی که قهوه‌ای میخواست توپو برای برفی بندازه، دوباره توپ افتاد خونه آقا پنجه. بچه ها اینا هر دفعه که هر روزی که بازی میکردن توپشون پرت میشد خونه آقا پنجه. دوباره چسیا گفتش که ای وای، حالا این دفعه چی کار کنیم؟ بچه بیاییم فرار کنیم. که همون موقع آقا پنجه اومد بیرون و با صدای بلند گفتش که این توپ مال کیه؟ کی این توپ با انداخته؟ بچه پنگوئنا سرشون رو پایین انداختن. قهوه‌ای گفت سلام، ببخشید من این توپ با انداختم، آیا میشه دوباره توپمو به هم بدید؟ آقا پنجه گفت دنبالم بیا. همه با هم نگران شدن و به قهوه‌ای نگاه کردن. وقتی که وارد خونه شدند، البته قهوه‌ای و آقا پنجه. آقا پنجه گفت آفرین، کار درستی کردی که گفتی توپ و تو انداختی، حالا میتونی اونو پس بگیری. بیا این توپایم که اینجاست من بهت بدم، پس حتما اینا مال دوستاست. اما دوستای تو مثل تو راستگو و شجاع نبودن که بگن که این توپو کی انداخته. منم خب نمیدونستم باید توپو به کی بگم. یک دفعه قهوه‌ای چشش افتاد به حوض پر از ماهی. آقا پنجه گفت جایزه راستگوییت هم اینه که میتونی هر کدوم از این ماهیایی که دوست داری رو با خودت ببری. قهوه‌ای هم بزرگترین ماهی رو انتخاب کرد و برداشت و رفت. تشکر هم کرد. بعد رفت پیش دوستاش. قهوه‌ای ماجرا رو برای دوستاش تعریف کرد. و دوستاش هم از این که از آقا پنجه ترسیده بودن و راستشو بهش نگفته بودند خیلی پشیمون شده بودند و اونا یاد گرفتن که بعد از این چجوری توپاشونو که میندازن تو خونه ی آقا پنجه ازش پس بگیرند. قصه ما به سر رسید، کلاغ به خونش رسید. بله عزیزای من، خب امیدوارم که از قصه امروز خوشتون اومده باشه. اگه هر قصه‌ای که دوست دارید که من یا همکارام براتون تعریف بکنند، برای ما کامنت کنید، بنویسید و حتما اون داستانا رو براتون میخونیم. مرسی که به داستان ما گوش دادید. شب و روزتون خوش.